بینندگان صحیفه آزادی ویدیو به مصاحبه آوازخوان‌های تاجیک فرزانه خورشید و شوهرش فریدون خورشید بیش از هر گزارش دیگری ما توجه نشان دادند. این جفتی هنرمند امسال صاحب دختر شد. آلبوم نو خودم است که ان شاء الله بروزای نزدیک پیشکش مخلصانم میکنم و امیدواری آنم که خوششون بیاید. نام آلبومم یاری میخوابی. در جای دویم مصاحبه رادیوی آزادی با عبدالسلیم حلیموف است. هنگام صحبت پدری پلکونیک فراری نمیدانست که پسرش گلمراد حلیموف به سوریه رفته و گروه دولت اسلامی پیوسته است. گزارش درباره کوچروب زیبای دوشنبه منیره میرزایه و در سامانه آزادی ویدیو در جای سیوم است. او در آزمون اطلس زیبایی هم در بین زیباترین خانم های عالم مقام بلند کسب کرده است. وقتی خوریگی امرو فقط به همین بیل کدمه. در پی کشتار عمرعلی قواتف رهبر سازمان منشوده گروه 24 در ترکیه، امه او آیشماه عبدالایوه از مقامات خواست به دفن جیانش در تاجیکستان اجازت دهند. این گزارش در جای چارم است. این بچه در دیدام کلوشی دگه فرزندی دولت بود. نشر اخبار تاجیکستان از 28 می در مقام پنجم قرار دارد. آن روز سابق فرمانده گروه تعینات مخصوص وزارت امور داخلی یا خود آمان گلمراد حلیموف اعلان کرد که به صفهای گروه دولت اسلامی همراه شده است. گلمراد حلیموف فرمانده نیروهای مخصوص وزارت میگوید سال 2001 به عبادت شروع کرد و آگاهانه به صف گروه دولت اسلامی پیوسته است. خاطرات شاهدان و نزدیکان کشتار مدیر مکتب رقم 7 تورسونزاده و جاینشین او در جای ششم است. هر جمعه می روم انوای مردکم پیش آچم ببود. گزارش از دادگاه درباره محاکمه و حکم امیدجان صالحوف یکی از پیروان گروه 24 در شهر دوشنبه هم مورد توجه بینندگان آزادی ویدیو بود. مرافعه سودی در از اول تا آخر اشتراک داشته بودیم. عموماً عیبدارشانده در یکم چی خودشا وای نکرد. گناهگار نشمارید. در مقام هشتم نوار سخنرانی پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان است که اهل کشور را به مبارزه با فساد دعوت کرده بود. این گزارش را ما از دفتر مطبوعاتی پرزیدنت تاجیکستان دسترس نموده ایم. یعنی انتخاب کردن مکانیزم انتخاب کردن کادر با طلبات جاوگو نیست. ما دیدم مذاکره از نو. در مقام نهم مصاحبه میرزای سلیمپور با آوازخوان شبنم سوریو است که هنگام گرفتن جایزه اپل میوزیک اوارد در شهر هامبورگ تهیه شده است. وقتی که بیرون از تاجیکستان هم راستی گپ میروم مخلصان خود را میبینم به حد شاد میشوم. و بالاخره اولین نشر اخبار تاجیکستان در سال 2015 هم یکی از 10 گزارش سرخریدار رادیو آزادی در سال 2015 هم بود. زای حکومت خواست یک برنامه ضد بحرانی تهیه کنند. بعد از پایین آمدن قرب روبل روسی و بد شدن وضع اقتصادی روسیه، انتقال پول مهاجران تاجیک یک سرچشمه اساسی درآمد مردم در تاجیکستان کم شد.